دستگاه آشکارساز هسته‌ای، دستگاهی که برای نخستین بار سه مخترع جوان کشورمان منصور فرهادی، یاسین پرموته و فاطمه عدیم در مدت یک سال ساختند. اتفاقی که الان اینجا داره رخ میده که ما یک چشمه رادیواکتیو رو به عنوان نمونه در این محیط قرار دادیم و ما اینجا میبینیم که وقتی الان دستگاه آشکارساز هسته‌ای فوق حساس ما داره کار میکنه، روی مانیتور داریم میبینیم که اون ذرات دارن شناسایی میشن و در سیستم لپتاپ ما هم اطلاعات اون ذرات داره ثبت میشه. این دستگاه که توسط شرکت دانش‌بنیان ساخته شده میتواند مقدار ذرات رادیواکتیو موجود در صنایع فلزی، پزشکی و کشاورزی را نشان دهد. این دستگاه یعنی تک کاربردی نیست، کاربردهای متفاوتی میتونه داشته باشه. توی صنایع فولاد، توی صنایع کشاورزی هسته یا تو بخش پزشکی هسته‌ای میتونه کاربردهای متفاوتی داشته باشه برای خاطر پرتوشناسی و کارایی که داره. دستگاه آشکارساز هسته‌ای 60 کیلوگرم وزن دارد و با هزینه 100 میلیون تومانی ساخته شده. ما الان وقتی تو کارهای خودمون این دستگاه اومد و دیدیم چقدر اشعه رادیواکتیو وجود داره تو کار ما، واقعا حیرت زده شدیم. این دستگاه به شماره 104-104 در تاریخ 15 فروردین امسال ثبت اختراع شد. این دستگاه نمونه خارجی نداره و با این سطح تکنولوژی که ما طراحی ساخت کردیم هیچ مشابه خارجی نداره. حالا دستگاه آشکارساز هسته‌ای آماده است برای تجلی سازی در اختیار صنایع فلزی، مراکز پزشکی و کشاورزی قرار بگیرد. از ما خواسته شده چون مورد نیاز بوده در بخش‌های متفاوتی، مخصوصا در بخش‌های مثل فولاد توی استان اصفهان، در استان هرمزگان، در بخش کشاورزی و حتی در بخش‌های پزشکی هسته‌ای و بخش‌هایی که مربوط به علم هسته‌ای هست. این محصول الحمدلله به نظر می‌رسد قابلیت رو داره، لذا ما دعوت میکنیم از آقای دکتر و دوستان تیمشون که تشریف بیارن توی پارک، کاربرگ جذب پذیرش پارک رو تکمیل بفرمان. بعد از اینکه این کاربرگ رو تکمیل کردن وارد پارک میشن، جز یکی از شرکت‌های پیشروشی یا رشدی ما خواهند شد. با تجاری سازی دستگاه آشکارساز هسته‌ای نیاز صنایع کشور برطرف می‌شود. جوانان ایرانی ثابت کردن می‌توانند نیازهای کشور را در بخش‌های علمی، اقتصادی و صنعتی برطرف کنند. رفیع خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.